با برداشت روزانه میلیون‌ها بشکه نفت و میلیون‌ها متر مکعب گاز از میادین هیدروکربنی، فناوری‌های حفاری و اکتشاف تغییرات زیادی کردند. در طول بیش از یک قرن اکتشاف نفت در کشورمون حالا برخی مخازن تخلیه و کم فشار شدند و به سیالات فشارسازی به جز هوا نیاز دارند. اگر سیال حفاری نباشه دسترسی به افقهای 6000 متری که منابع هیدروکربنی نفت و گاز در اونجا هست معمولا برامون غیر ممکن است. لذا برای این کار مرسوم بوده یه سری از سیالات سبک وزن که اصطلاحا بهش میگن آندر بالانس درلینگ یا حفاری پروتعادلی استفاده میکنن، کف‌های معمولی بوده. شرکت‌های نفتی بین‌المللی به جای تزریق هوا یا فوم به چاه‌ها از افرون‌های گازی استفاده میکردن تا چاه‌های تخلیه شده رو احیا کنند. فناوری پیچیده‌ای که حالا پژوهشگران ایرانی هم به اون دست یافتند. در حقیقت سه تا لایه دور این حبابا ما پیچوندیم، یعنی که این حبابا رو حتی تونستیم حدود شاید 72 ساعت 80 ساعت چیکار کنیم تحت شرایط آب‌های مختلف چیکارش کنیم پایدارش کنیم. هنری که این که ما اومدیم بومی سازی کنیم این کف‌ها رو در اون آب‌های منطقه پایدارش کردیم. در نمونه ایرانی و به کمک فناوری نانو عمر افرون‌ها از 50 ساعت نمونه غربی بیشتر شده. این طرح هزینه‌های بخش بالادستی نفت و گاز برای دستیابی به منابع هیدروکربنی کمفشار ایران رو کاهش میده و از همه مهمتر اینکه نیاز به فناوری‌های تحت تحریم رو تأمین میکنه. عمر این فناوری در جهان کمتر از 10 ساله و در مدت 2 سال پژوهشگران کشورمون موفق به بومی‌سازی و شکست انحصار شرکت‌های غربی در این رشته شدند. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.